گفته شده است که تاریخ واقعی آغاز قرن بیستم سال 1914 میلادی است، زیرا در این سال دنیای متمدن وارد جنگی شد که استخوان‌بندی نظام‌های سیاسی و اجتماعی کهنه را با آتش کشید و خاکستر ساخت و دنیای قرن بیستم از میان همین خاکسترها برخاست. جنگ بین الملل اول که جنگ بزرگ نیز لقب گرفته است، در مرکز اروپا و به بهانه قتل ولیعهد اتریش آغاز شد، اما در اروپا محدود نماند و شعله‌های آن تقریبا به تمام کشورهای دنیا از امپراتوری‌های فرسوده تا مستعمرات و نیمه مستعمرات کشانده شد. بنابراین بود که طرحی نو برای جهان درافکنده شود و نقشه جدید بر تومار ربع مسکون نقش گردد و ایران ما در این بحبوحه موضوع بسیاری از دعاوی کهنه و ناتمام بود. کشور از دو سو مورد تاخت و تاز خشون بیگانه قرار گرفت. روسیه تزاری و بریتانیا به بهانه درگیری با امپراتوری عثمانی بی‌طرفی ایران را نقض نموده و خاک آن را اشغال کردند. وطن ما در این تاریخ سرزمین نیمه ویرانی بود که هنوز از عوارض انقلاب به انحطاط کشیده شده مشروطیت دچار سرگیجه بود و از قحطی، بیماری‌های واگیر و دروغ رنج می‌برد. بسیاری از مردم در اثر استمرار درگیری‌های حیدری نعمتی بین گروه‌های اکثراً فرصت طلب سیاسی، بیزار از سیاست‌بازی به گوشه پناه برده منتظر بودند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اما با هجوم سربازان بیگانه، گروه‌های بزرگی از مردان غیور دوباره به عرصه کارزار برگشتند و تحت تشکل نهضت‌های مختلف در مقابل مهاجمین سفارایی کردند. در سراسر ایران حرکت‌های خودجوش و مؤثری انجام شد. در تنگستان، شیراز، همدان و مشهد شورش‌هایی برپا خاست، اما گیلان در سکوت مرموزی فرو رفته بود و انتظار می‌کشید.
کجا؟ همینجوری هول میخوری بری تو اتاق؟ با کی کار داری؟ با آقای مدیر. چی کارش داری؟ پیغام براش آوردم. بده براش ببرم. سپردن دست خودش بدم. بس برو فردا بیا، آقای مدیر گرفتاره، امروز جلسه دارن. تازه چه خبر آقای محرر؟ نگفتم رأی شاه عوض میشه؟ ای داد بر من، یعنی شاه دیگه اصفهان نمیره؟ نه چه نمیره، از اولم معلومه. شاه هم همون شاه پاسور، نمیذارن این جیرخورای درباری، نمیذارن. پیغام من فوریه، من باید همین الان جواب ببرم. تو رو خدا بگو به آقای مدی. همینجا صبر کن تا ببینم خودشون چه دستوری میدن. باشه چشم. ولی من شک ندارم که دعوت امروز قنسول روس فقط به خاطر تامین آذوقه قشونه. این همه قزاق و سالدات که همین چند روزه پیاده شدن در انزلی، هر روز چند خروار آذوقه میبلند. داره در تمام گیلان قحطی میشه، اما هیچ کس فکر نمیکنه که مردم چی میشن. قنسول روس خیال میکنه انبارهای بازار پر از برنج و گندمه، اما ما به اونها نمیدیم. نایب قنسول، اون باغدانوف جلاد دیروز تهدید میکرد که اگه آذوقه قشون تامین نشه، قزاقای قداربندشو به بازار میفرسته. خیال داره چند تا از تجار رو وسط چهارسو ببنده به فلک. از زمان محمد علی شاه مخلوق که پای روس‌ها باز شد به گیلان، همیشه خدا اول قشون پیاده کردن، بعد یادشون افتاده به جیره قزاقا و آب و علیق اسب و قاطر. تهدیدات دیروز باگدانوف چیز تازه‌ای نیست آقایون، اما من گمون میکنم که این دعوت امروز، اون هم انقدر بی مقدم و فوری، باید دلیل مهمتری داشته باشه. چطور شد که افسینکوف خودش دعوت نامه فرستاد؟ درست میفرماید. اگه مشکل اونها کم بوده آذوقه بود، از تجار و کسبه دعوت میکردن برای چشم ترس، نه از آقا سید محمود و آسد عبدالوهاب. دعوت از ما که تازگی نداره. هر سال ماه محرم این جناب افسینکوف، قنسول امپراتور روسیه، یک ارادت خاصی نسبت به آقایون علما و روحانیون پیدا کرد. محرم سال پیش حتی یک دفعه هم اومد پیش آقا سید محمود. کم کم دارن یاد میگیرن از انگلیس ها. سگ زرد برادر شغاله. نیمه محرم امروز. دعوت پارسال پیش از محرم بود. من که فکر میکنم دعوت امروز در ارتباط با همین خبرهایی باشه که از قم رسیده. اون هفته مهاجرت شروع شد، یعنی الان 8 روزه که آقایون علما و وکلای مجلس از پایتخت خارج شدن. مملکت مثل سیر و سرکه میجوشه، اون وقت ما اینقدر دیر از خبرها مطلع میشه. آقا باید یک صحبت جدی بفرمایید در مورد تلگراف خونه با جناب حشمت الدوله. از روز هفتم که روسا قشون کشیدن به طرف تهران، جناب افسینکوف تلگراف خونه رو قباله خودش کرده. بعید نیست امروز قنسول روس خیال داشته باشه اولتیماتوم بده به آقا سید محمود و التزام بگیره که آقایون روحانیون بالای منبر از این مسائل چیزی نگن به مردم. طبیعتاً آقا سید محمود هم زیر بار نمیرن. اون وقت بعید نیست به همین بهانه یک عده‌ای رو که نشان کردن دستگیر کنن. حتی به خاطر چشم ترسم که شده باشه. با این اوصاف قبول دعوت امروز به مصلحت هست؟ شاید بهتر باشه به یک عذر و بهانه‌ای منصرف بشیم از این ملاقات. شما صلاح رو در چه می‌بینید حاج آقا؟ رفتن یا نرفتن؟ آقا یه جوونه که دمی دار میگه پیغام واجب برای شما آورده. ببخشین آقایون. از کجاست؟ همینجا بودم. از کجا رفت؟ آقای جزمایی! میرزا حسین خان! میرزا حسین خان!
شما رو صدا میزنن. میرزا حسین خان، آقای کسمایی. سلام آقای کسمایی. چیه عنایت؟ این چه قشقرقیه که را انداختی؟ پیغام دارم براتون، پیغام فوری. خیلی خوب، داد نکش انقدر، بیا بالا. کی بود؟ عنایت، همشیر زاده میرزا. میرزا؟ کدوم میرزا؟ فراموشش کردی؟ به همین زودی؟ کدوم میرزا؟ میرزا دیجم، میرزا کوچیک خان. میرزا کوچک مگر تبعید نیست؟ چرا بابا، 4 سال شده حالا. تهران بود گویا، مگه اومده؟ چه اومده؟ دیشب. سلام علیکم. چرا بیخبر؟ نگران نشو، به شهر نیومده، رفته آتشگاه منزل مشتی محمد رسول. دست خط میرزا کوچک خانه؟ بله. پس برگشته. ولی اون که اجازه نداشت. چی نوشته؟ اگه بی اجازه قنسول روس برگشته باشه میگیرنش. چی نوشته؟ قسمتی از متن اعلامیه مهاجرین رو نقل کرده. گوش کنید آقایون، امروز که بقای دیانت اسلامیت و استقلال مملکت به واسطه اقدامات اجانب در خطر است، برای مقاومت در مقابل فشارهای قطعی اجنبی، جز اتحاد و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله‌ای در دست نیست. علاهازا لازم است ایرانیان عناوین و اسامی مختلف را از اجتماعات خود دور و بدون رعایت نام اعتدالی یا غیر آن متحدن و متفقن برای دفاع از دین و وطن و تاج و تخت سلطنت متحد و همقدم بوده و از اختلافات اسامی که شاید سبب اختلافات باشد پرهیز کرده، همگی در تحت عنوان مدافعین وطن به انجام وظیفه دینی و ملی خود قیام نمایند. از طرف عموم وکلای مهاجرین، سید حسن مدرس، محمد صادق طباطبایی، نظام السلطان، سلیمان ابن محسن. قرار ملاقات با این قنسول روس چه ساعتیه؟ پیش از ظهر. خیال دارید برای میرزا جواز اقامت بگیری تا جواب؟ میرزا فقط از پس این قزاق‌های قلدر برمیاد. او که تبعید شد و رفت، با رفتنش انگار غیرت هم از اینجا رفت. هر طور شده باید برگرده. بفهمید. خیر و فی ما بخیر. عنایت، برو دنبال خالو میرزا، بدو. سلام آقای کسمان. سلام علیکم. حالت چطوره میرزا اسماعیل خان؟ چه عجب، بالاخره چشممون به جمال گلت روشن شد جوون رنا. خالو میرزا! چه مرگت عنایت؟ تو که همه عالمو خبر کردی. آدم رسوا میکنه با اون صدای خروسکیش. پس امروز نبودی ببینی که قشقرقی را انداخته بود تو امارت روزنامه؟ 100 دفعه بهش سپردم که سینبت بفهمه خالو میرزا اومده. سخت نگیر زیاد. میرزا کجا رفته حالا؟ دور نرفتن، همین دوره برای هستن. بفرمایید تو شما پیداشون میشه.
آقا جانت نیست؟ چرا حسن؟ آقا جان با خالو میرزا قدم زنون رفتن از این طرف. خالو میرزا از عصر چشم برای شما بود. شما خودتون خالو میرزا رو هیچ وقت با این لباس دیدین؟ من و میرزا دوره طلبگیش با هم آشنا شدیم. از تو جوانتر بود که اومد تو فرقه مجاهدین. 10 سالی از الان تو جوانتر بود. یادش بخیر. از همون وقت شال و عبا و عمامه و تسبیح شد قطار فشنگ و تفنگ و نارنجک. تسبیح نه، خالو میرزا وقتی تسبیح دستش نیست انگار یه چیزی گم کرده. اینا رو تو قاب کردی؟ نه، کار عنایت. باریکلا، از کجا گیر آورده؟ از این اون یکیشو از شما گرفت، فراموش کردی؟ اینجاست، اینه. آره راست میگی، این عکس رو منم داشتم. میرزا یه دایی منم بود، عکساشو جمع میکردم. اینو وقتی انداختیم که همراه مجاهدین گیلان جزو قشون سپهدار تونکابونی میخواستیم بریم به فتح تهران. این منم، این شیخ علی شیشه باره، اینم دکتر حشمته. خانو میرزا با این موزرش خیلی به ما پوز میداد. مادرت خوشحاله که خانو میرزا اومده نه؟ اوه بله، فراوون اینقدر خوشحاله که میخواد حتما یه عروسی را بندازه. گمونم بعد از محرم سفر شیرینی خورونه. مبارکه، پس میخوایی با جواهر دختر کاساغان نامزد کنی؟ من؟ من که نه، خالو، خالو میرزا. میرزا؟ میرزا مگه میخواد زن بگیره؟ خودش که نخواسته، مادرم داره براش نقشه میچینه. خالو میرزا اسم زنو که میشنوه رنگ به رنگ میشه. تازه تکلیف تبعیدشم که هنوز معلوم نشده. چرا؟ معلوم شد، همین امروز معلوم شد. بخشیده شو؟ امروز صبح که عنایت نامه آورد که میرزا اومده، آقا سید محمود روحانی هم تو دفتر روزنامه تشریف داشتن. از همونجا به اتفاق رفتیم پیش قنسول روز. راضی به این کار نبودم میرزا حسین خان. چاره ای نبود میرزا. خیال نمی کردم سید عالی قدری مثل آقا سید محمود به خاطر عفو من مجبور بشه بره پیش یک قنسول اجنبی. مگه کاغذی که عنایت آورد دستخط تو نبود؟ چرا؟ اما برای شما، نه برای آقا سید محمود روحانی. آقا خودشون پیش قدم شدن، وگرنه کسی مجبورشون نکرده بود. مشروط و آزادی از این بهتر نمیشه. آدم باید از قنسول اجنبی اجازه بگیره که بیاد تو شهر خودش زندگی کنه. سخت نگیر میرزا، مشروط یعنی همین دیگه، یعنی عفو مشروط. سلام علیکم، چشمتون روشن. سلام علیکم، تن شما سلامت. چه عجب میرزا حسین خان، مگه هر چند سال برادرم یه بار بیاد اینجا که شما ما رو سرافراز کنید؟ اختیار تن. حالا خیلی ذوق نکن که اومده، لابد اومده که برادر تو ببره. چی؟ ببره؟ بله. کجا ببره؟ میخوای کجا ببریش؟ از تهران دلتنگی سوغات آورده برادرتون، اومدم ببرمش درشک سواری، بلکه توی را دلش باز بشه. ببریش؟ تو اگه جرأت داری ببریش. هنوز نیومده فکر رفتنی؟ دلگیر نشو خواهر، تا فردا برمیگردی. برو برو، فردا تو بری دیگه کی تو رو میبینه؟ قول میدم برگردم.
امشب باید برم دیدن آقا سید محمود. آقا سید محمود امشب خودش مهمون منزل کاس آقا، روزه دارن. درسته، ما هم همونجا میریم خونه کاس آقا؟ بله. جواهر خانم چشمش بیفته به میرزا از خوشحالی قش میکنه. حالا شاید نخواد زن بگیره میرزا، چه عجله ایه. چه حرفا، خیلی دلش بخواد میرزا، چند سال چشم به راه دختر معصوم. خالو میرزا، تمومی ندارن این گور به گور شده ها. کشتی کشتی پیاده میشن تو منزل، انگار خیال دارن تمام خاک ایرانو بگیرن. غلط کردن، اگه راست میگن اول برن بغداد و کرمانشاه رو پس بگیرن از قشون عثمانی. برای بردن وسایلتون تشریف بیارین اینجا. خدا حافظ. خدا حافظ همه. خیر پیش. ساکتی؟ راجع به ملاقات امروز با کنسول روس نمیخوای چیزی بدونی؟ عنایت وقتی از پیش شماها برگشت یه چیزایی گفت. وقتی آقا سید محمود به کنسول روس گفت که تو دیگه سیاست و بوسیدی گذاشتی کنار، گل از گلش شکفت. اما وقتی شنید دوباره خیال داری برگردی رشت، خیلی ناراحت شد. پس چه شد که مردک موافقت کرد با عفو من؟ ظاهراً به احترام آقا، اما تو حواستو جمع کن، من بوی کلک میشنوم از این موضوع. جناب کنسول در عوض عفو تو خواسته که این اخطاریه رو توی روزنامه چاپ کن. یعنی فی الواقع محترمانه امر فرمودند. گوش بده. به جهت حفظ حرمت آقایان علما، به کلیه افرادی که در این اوقات علل خصوص ایام محرم الحرام قصد سوء استفاده از این کسوت مقدس را داشته باشند، اخطار می شود که در صورت مشاهده هر نوع تحریک در معابر، اخلال در نظم مجالس عزاداری، اخلال کنندگان به اشد مجازات محکوم و وساطت آقایان علما هم در تخفیف جرم بلا اثر خواهد بود. خط و انشای مفاخر هست، بقیهش خود مفاخر رو؟ چرا او؟ انگار خبر نداری از اوضاع رشت، مردی که شده چشم و گوش جنرال افسینکوف. انگار با آمدن من همه تو درد سر افتادی. این اعلان خیلی هم به اومدن تو مربوط نمیشه. مردم گیلان علل خصوص رشت و انزلی استخوناشون خود شده زیر چکمه های قزاق. این قضیه مهاجرت وکلا در هفته پیش روسا و انگلیسا رو ترسونده. دعوت امروز قنسول روس از علما، بعدش هم دادن این اعلامیه، همش صحنه سازی برای زهر چشم گرفتن. آقا سید محمود به خاطر گرفتن فرمان عفو تو کمی نرمش نشون داد. پس برای همین جناب قنسول همه ی علما رو تهدید کرده. برای همین جلسه امشب و تو مجلس روزه انداختی؟ میخوای چاپش کنی؟
گرخانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز آم که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قمر، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقه نیامدن نه؟ نه هنوز، راه دوره. اتفاقا مشهدی محمد رسول شوهر همشیره میرزا با عیال بچه ها ایام تاسوعا و عاشورا تا سوم امام اینجا بودن کمک ما. دیروز بعد از اون وقتی فهمیدن میرزا اومده برگشتن آتشگاه. در تایید فرمایشات آقای املاشی تا آقایان از راه برسند بد نیست این فتوایی که امروز به دست ما رسیده خوانده مال کمیته مهاجرین؟ نه خیر، همون که پیش از ظهر قرار فرمودیم؟ نه خیر، این از راه دور آمده. از عراق؟ از نجف اشرف به مهر و امضای آیت الله آقای حاج سید مصطفی کاشانی هم ختم شده. انشالله که حجت رو تمام میکنه بر همه. بفرمایید. شما قرائت بفرمایید آقای آمن. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که به یکی از طرق مرقومه به کفار حربی مثل روس و انگلیس، ایتالی و فرانس اعانت نماید، از جمله محاربین با خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله محسوب و سائی در محو دین خدا و خاموش کردن نور حق خواهد بود و گناه بسیار بزرگی است. قال الله تعالی ان الذين يعادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بلکه دور نیست تقویت و مساعدت دول کافره محاربه به قلم و زبان اشد باشد از اعانت آنان به سیف و سنان، بر هر مسلمانی است که این طور اشخاص را در این اعمال شنیعه رد و من نماید، و اگر مرتدع نشوند واجب است از ایشان تنفر و تبرا کنند، هرچند پدر یا پسر یا برادر یا خیشاوندان او باشند. اعاذنا الله و جمیع المسلمین من امثال هؤلاء فجرت المفسدین. از سید مصطفی النجفی الکاشانی. بله، الحق که فتوای اتمام حجت است. اومدن تشریف آوردن آقایون. خود میرزا کوچکه. نجرد و شرم که
کردن رو به خیمه. سلام میرزا، خیلی خوشی خواهد. بسی آقای کسمایی قرار بود آن دم فلک برام تشغیرت خوش آمد. سپند شد کس بم به خزم در حرم افغان بلند شد. این خرگه بلند ستون بی ستون شد. آشان زمان در آمدی از کوه تا به کوه سیل سیاه که روی زمین. پیش پای شما آقای آمن داشت اعلامیه علمای نجف رو میخوند. بفرمایید خدمت شما. دیدم این اعلامیه رو، تهران که بودم دیدم. از وقتی که روسا تلگرافخونه رو قبضه خودشون کردن، میزان اطلاع ما از اوضاع مملکت شده اخبار همین اعلامیه ها. اگر تعدادی از این اعلامیه ها در ولایات و به خصوص بین عشایر و ایلات پخش بشه، همه مردم ایران به حکم وظیفه شرعی به ضد روس و انگلیس قیام میکنن. کافیه در همین شبهای محرم تو چند تا مجلس آقایان این اعلامیه رو بخونن. چه بسا احتمال داره دولت ایران هم دوشا دوش مردم وارد جنگ بشه. حکومت ایران و جنگ؟ کدام حکومت؟ با کدام قشون؟ بنده با خونده شدن این اعلامیه به وسیله آقایون مخالفم. این روزها عمال روز همه جا هستن. اگر اسم آقایون توجه اونها رو جلب بکنه، امکان داره که هوشیار بشن و مزاحمت هایی ایجاد بکنه. میرزا حسین خان درست میفرمایم. علنی کردن تشکیلات فعلا به مصلحت نیست. پنهانی امکان عمل بیشتره. ما میتونیم تو چاپخونه به تعداد کافی از این اعلامیه ها تکثیر بکنیم و به هر جا که لازم باشه بفرستیم. در دهات و شهرهای گیلان هستن دوستانی که اینجور اوراق رو پخش بکنن. خواندن اعلامیه سواد میخواد. درست. اکثر اهالی بی سوادند. کار مملکت از این مراحل گذشته آقایان. مردم از ظلم و جور اجنبی و بی کفایتی این حکومت به تنگ اومدن. تو اصفهان مردم ریختن قنسول روسیه رو کشتن، قنسول انگلیس رو با گلوله زدن. مردم کرمان قنسول روس و انگلیس رو سوار بر الاغ از شهر بیرون کردن. در یزد قنسولگریا و شعبه بانک شاهی تعطیل شده. اما اینجا در گیلان چی شده؟ هیچ. دست احرار بسته است، دست اشرار گشاده. در جنوب، در تنگستان و بوشهر حتما آقایون اطلاع دارند که تنگ سیرها چه به روز قشون بریتانیای کبیر آورد. در عراق هم همینطور شده. از وقتی که علمای شیعه و اهل سنت مجتمعا فرمان جهاد دادن، جبهه روس و انگلیس به هم ریخته. قوای عثمانی پیروزی های بزرگ به دست آورده. حالا وقتش رسیده که دولت ایران هم وارد جنگ بشه و صف اسلام رو تقویت کنه. این ملت با یک چوب دو سر طلا به فلک بسته شده. یک سرش حکومت قاجاره، یک سرش زور اجنبی. تا حکومت قاجار هست آقایون، زور اجنبی هم هست. تا زور اجنبی هست، حکومت قاجار هم هست. این چوب باید گرفت و از کمر شکست. وگرنه این بار هم مثل دوره مشروطیت، این چوب نفر به نفر گردن همه ما رو میشکنه. چی شده؟ آقای علی نقی پیربازاری تشریف آوردن مجلس روزخانی. عجب، گربه شد عابد و مسلمان. چند وقته که اینجاست؟ تازه اومده، چند دقیقی هست. کی باشن این آقای پیربازاری؟ از ارادتمندان جناب محسن خان امین و دوله. آدم مهمی نیست. دوره بر باغدانوف و افسینکوف هم میپلکه.
یکی دو نفر بفرستید تو کوچه یه گشتی بزنن و سر و گوشی آب بدن. چشم. گوش کن چی میگم. مواظب باشین. به روی چشم. با اجازه. به یاد دارم زمانی که محمد ولی خان پیشا پیش احرار گیلان راه افتاده بود بره به فتح تهران، یک کرور مجاهد دنبالش بود. اما حالا که همین محمد ولی خان سپهدار تنکابونی تو کابینه مستوفی الممالک شده وزیر جنگ، تمام قشون ایران از چند صد نفرم تجاوز نمی کنه. از این حکومت آقای املشی هیچ خیری به هیچ کس نمی رسه، چه رسد به اسلام و اسلامیت. این حکومت بعد از 130-140 سال سلطنت از بیرون شاید مثل یک سیب سرخ قشنگ باشه، اما از داخل کرم گذاشته. منظور ایشان هم جانبداری از حکومت که نبود. حقیقت اینه که با جهاد علما این جنگ رو نمیشه جنگ بین دول مسیحی به حساب آورد. منظور ایشان این بود که جنگ در منطقه ما دیگه کاملا جنبه اسلامی به خود گرفته، همه جا همینطوره. باید طوری عمل کرد که مسلمان ها در همه جا داخل بشن در این جهاد. آقایون، میرزا درست میگه، وقتش رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم. چون از تجارب گذشته ثابت شده که با احوال کنونی مملکت تشکیلات حزبی قهرن موجب تقسیم و تجزیه قوای ملی می شود، لذا مادام که جنگ برپاست و خاک ایران و خاصه گیلان دستخوش تجاوزات دشمن است، تشکیلات اختصاصی و حزبی از هر نوع که باشد به کلی ملغا و منسوخ می شود. لحاظا به عون الله تعالی و حسن تأیید آقایان حاضر در جلسه قرار بر این می‌گذاریم که همه عناصر صالحه در تحت لوای یگانگی و برادری و صمیمیت مجتمع گردیده به نام هیئت اتحاد اسلام با یکدیگر متصل شده و متفقاً بعدای وظایف دینی و ملی خود قیام نماییم.